ایست بد است. یا مثلا سماع، بحث شرعی داریم در رابطه با سماع. بعضی ها تجویز میکنن سماع رو، یعنی رخت عارفانه رو، بعضی ها تحریم میکنن. سماعی که قابل تحریم است حرام هم هست، یعنی کسی که بتونه یک امری رو به کسی بکنه طرف هم اطاعت بکنه، این خودش حرام شده هست، خودش حرامه. اصلا حلال و حرام عرفانی با حلال و حرام شرعی تفاوت داره. حلال برای عارف آن است که در حقیقت ذاتش حلال باشه، همه چیزش حلیت داشته باشه، اباحه داشته باشه. مثل آدمی که تشنه تشنه اگر یک استکان خون هم بدید، این بدون اینکه تشخیص بده این آب است یا خون است به سر میکشه. شراب بدید یا آب زلال بدید، هر دو را به سر میکشه، برای اینکه وجود او آنچنان تشنه دیگر آب تحقیق در این رو نداره که ببینید که این آب است یا خونه یا شراب است. وجود او از کسی که جان جگر او را می سوزونه دیگه هر چیزی باشه، مایعی باشه که بر تف جگر او بریزه، او به سر خواهد. این حلیت برای عارف این است. سماعی که یعنی رقص عارفانی که بتوان آن را تحریم کرد، اصلا حرام خدایی هست. سماعی که اباحه داره، اباحه سماع، آنجاییست که انسان نتونه خودش نگه داره، یعنی از درون مطربها دست بزنن و انسان نتونه بنشینه و انسان رو به وجد در بیاره، انسان در حقیقت مغلوب وجد بشه. یعنی تن انسان در ارکستر جان انسان مغلوب بشه و به جریان بیفته و ریتم جان را در بیرون به حرکت در بیاره، به نمایش در بیاره. یعنی جسم انسان از جان ارکستر درون خودش تبعیت بکنه و نکنه تبعیت نکنه. این رقص، رقص قهریه، در اختیار آدم نیست. در اعضا گاهی اوقات این ریتم شکل میگیره. کسی که مثلا عزیزترین فرزند خودش رو از دست داده، نوعی رقص داره، ولی در شدت و فشاری که در اون شرایط قرار گرفته، چنگ زدن به صورت با نوعی ریتم انجام میگیره، موی کندن، پریشان کردن و با نوعی موسیقی هم گریه میکنه. یعنی همه آنهایی که عزاداری میکنن و بهترین عزیزان خودشون مویه میکنن، با نوعی ریتم موسیقی انجام میگیره. حالا اینو بگیم که این کار نکن، این نمیتونه. یعنی تحت تأثیر موج درون خودش، موج هارمونی جان خودش، این به جریان میفته. عرفان اینجا، حالا شما تحریمش بکنید یا اباحه ببخشید، فرقی با حال عارف نداره. وقتی دست پای او را ببندید، چشمهاش میرخصه. جنید وقتی سما میکرد، چشمهاش حرکت میکرد و عشق میرخصه و میبخت و تر الجبال تحتبها جامده و یه تمر را مرد سحاب. کوها را میبینید، فکر میکنید که این کوها ایستاده است، اینها میرخصه. کوه در رخص آمد و چالاک شد. این کوها مثل ابرهای آسمان در حرکت هست. اینجا شما نمیتونید با حکم، با یک دستور مانیفستی، با یک بخشنامه آدمها رو به هنجار بکنید. منطق ارزشمند است، میدان خودش داره، اما عرفان با منطق تلاقی نداره. یعنی منطق عرفان رو درک نمی کنه. عرفان ضد منطق نیست. ضدیت اونجا شکل میگیری که اینا هم دیگر رو درک کنن، یکی دیگری رو رد بکنه. برای همین است که مناظره عقل و عشق یک عدم تفاهمه. یعنی عقل چیز دیگر میگوید، در جای خودش خوب حرف میزنه، عرفان یا احساس بلند عرفانی جایگاه دیگری دارد که عقل اون رو درک نمی کنه، هم دیگر رو درک نمی کنن. عقل و عشق همدیگر رو درک نمی کنن. دو میدان جداگانه‌ای دارن. ما بر اساس خرد گاهی اوقات عشق رو به انضباط میکشیم، میگیم که عشق کار درستی نیست یا درست هست. این اصلا مفهومی نداره که عشق بگیم کار درستی یا کار درستی نیست. حالا به فرض اینکه بگیم کار درست نیست، یک نفری که عاشق شد
به این حد میتونه اصلا اعتنا بکنه که این کار درست نیست؟ آیا آداب قادر است عشق رو کنترل کنه؟ یک آداب محیطی و عرفی میتونه عشق را به انضباط بکشه و هنجار ببخشه؟ مولانا یکی 40 سال بر آداب نشست و آدابدان‌ترین و مؤدب‌ترین شخصیت سجاده شد، سجاده نشین باوقار، یک دفعه به چکش زرگران در بازار زرگران، چکش مسگران در بازار مسگران یک دفعه از خود به خود میشه و به وجه درگرمند و پای میکوبید و دست میگرشند، او رو دیگه نمیشه نگه داشت. اگر سماع همان است که در خونیه انجام میدن یک عده، خب این حرام خدایی هست، اینا حرام شده هستن، این نیست سماع که با آموزش های حرفه‌ای در یک دایره خاص با آداب گوناگون، اصلا سما آداب شکنی، اینا خودشون دنیای آداب رو میآموزن میشه سما. زیدی انسان های ساده و عوام رو هم دور خودشون مثل یک تئاتر جذب میکنن. اینکه سما نیست، سما بی خودیه. یک نفری که سما میکنه نمیدونه کجاست و چی میکنه. شما یک انسان هوشیار، تقیه هوشیار رو درخت کنید، نمیتونید درخت کنید. هر سازی برش بزنی این میگی که این موسیقی مثلا حرامه، هر ریتمی رو برش درست بکنی اون نمیره. حافظ میگی که اول مستش کن، بیار باده به تای ما به شیخ و گر نخورد به او بگوی که تاکش زباق و اوقاف هست. این ها چون سنخیتی با اوقاف دارن میگه که اگر تاکش مال باق و اوقاف میخوره بعد مستوب، اون وقت فتبایی که میگه از درون خودش اون فتبا رو، از اون موج باطنی خودش اون فتبا رو ابلاغ میکنه، تحت تأثیر ریتم درون خودش فتبا میده، ریتم جان خودش فتبا میده. فقیه مدرسه دیمه بود فتبا داد که می حرام ولی به مال اوقاف هست، در حالت مستی و راستی میگه می حرامه ولی از مال اوقاف بهتر. ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاده. شخصی که از سنف همین طبقه مولانا یک دفعه به یک چنین میدانی، به یک چنین عرصه‌ای، به یک بحران این چنینی وارد میشه، از جاش کنده میشه. سمت که بوده که او را از جای کند، مولانا که بود که از جا کنده شد، یعنی از همه قواعد آداب بیرون آمد. وقتی که وارد عرصه عرفان میشه همه تسلیمه. مسلمانی را مولانا اونجا درک میکنه که در مسلمانی چون چند نیست. اونجایی که چون چند هست بحثی غیر از مسلمانیه، بحث فلسفیه، بحث کلامیه. آنجایی که پای مسلمانی در میان هست یعنی یک جزده فرامنطقی انسان را میرباید، مثل وحی. کسی که وحی را درک میکنه، معروض وحی قرار میگیره، روبوده میشه، مثل مریمی که در مقابل وحی و سی خودش انداخت توی آب. هیچ مادری این گزینه رو در میان گزینه‌های مختلف امنیتی برای فرزند خودش انتخاب میکنه؟ مادر موسی، البته من میگم مریم، مادر موسی. مادر موسی مورد وحی قرار میگیره. بعد خرد اینجا اصلا حیران میشه، نشان میدهد که یک بارقه سریع‌تر از خرد وجود یک انسان رو تحت تأثیر قرار داده که برای خرد اونجا جایی نیست. بگم که بچه شو برای مثلا لای اون نیزارهای کنار نیل پنهان کنه، که معمولا هر کسی از شماها احساس بکنه که فرزندتون در خطر باید پنهانش بکنی، میبرید در یک انبوه نیستانی که در کنار رود نیل وجود داره اونجا فرزند خودتون رو پنهان میکنه، یا ببرید در یک کوهی، یا بسپارید یک خانواده فامیلی خیلی که بخوان اون بستر رو سر ببرن. بعد یک دفعه این رو میذاره توی
یک تابوت، یک صندوق چوبی، یک پاره آب رو نیز ببرمش، یک پاره آب روز ببره. خود ساحل تبریم میگه خود ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدا، چون رکیب این کشتی بنا خدا. اگر خدا فراموشت کنه کجا داری میری؟ این رود نیل رو کجا میره؟ تو رو کجا میبره؟ این گزینه رو هیچ عقل انتخاب نمی کنه. اما وقت میاد عقل رو در حقیقت میدان عقل رو جدا میکنه، تکلیفش رو مشخص میکنه. میاد یک مادری که نزدیکترین رابطه احساسی رو با فرزند خودش داره، اون هم در ضرورتی که بچه‌ش میخوان بکشن، این عاطفه به اوج خودش میرسه، این بچه رو میذاره توی تابوت، رها میکنه توی آب و از دور نگاه میکنه. در نهایت نگرانی باز گزینه دیگری رو نمیتونه انتخاب بکنه، بگی مثلا کاش به جای انداختن تو آب میذاشتم توی نیزار، به جای رها کردن توی این آب میبردم دامنه کوه، میسپردم به یک خواهری برادری کسی. هیچ گزینه ای رو به ذهن خودش راه نمی. این اشارت ربانی آنچنان سریعه، ما اصلا اجازه نداریم ببینیم که اینه قبول بکنیم یا نکنیم. ما اصلا در مقابل او تسلیم جبلی و ذاتی هستیم. اصلا مسلمانی یعنی تسلیم ذاتی آدم در مقابل یک سرعتی که انسان نمیتونه فکر کنه. مسلمانی محصول تفکر نیست. قانونهایی که ما اسمش قانون اسلامی بذاریم، قانون یهودی بذاریم، قانون مسیحی بذاریم، قانون ماتریالیستی بذاریم، هر قانونی که هست، این قانونها محصول تفکر میتونن باشن، محصول تجربه‌های عادی و عرفی میتونن باشن. وحی بر خرد شما عرضه نمیشه که تا بگید میپذیرم یا نمیپذیرم. وحی بر حسه ای از وجود شما وارد میشه که شما اونجا که این در حقیقت بارقه وارد شد فقط میفهمید که تسلیم شد. چرا؟ چرا اونجا راه نداره؟ چون اونجا راه نداره. چون رهد آن کس که از چونی رهی، چون بود آن کس که از چونی رهی. مولانا مثنوی خودش رو در ورای چون و چند سروده است، مثل مادر موسی که موسی خودش رو انداخته توی آب، آب میبرد. مولانا هم فقه و کلام و آبروی خودش رو ریخته در سیل طوفان شاعرانه موسیقیایی و هارمونی خودش، همه چیزش داره میده. بگن که آبرو چه شد؟ مثل این است که به مادر موسی بگن که فرزنده سپرده دیگه دست خودش نیست. انسان باید یک جا بکنه بی خودی خودش رو بفهمه. ما به بی خودی های بسیار زایعی تن میدیم. بی خودی های زایع این است که در تجارت گاهی اوقات میبازیم، در رفاقت گاهی اوقات بعضی بازندگی ها رو بریم سرمون کلاه میره، در بسیاری از موارد بازندگی های فرودستانه داریم. این نشان میده که وجود ما اصلا بازندگی رو داره، لازم داره، اما بد میبازیم، پاک بازی نمی کنی. وقتی پای